سریال ترکیه دختر سفیر قسمت های 55، 56 و 57 دوبله. لطفا قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرانی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض انتشار کلیپ های جدید زودتر از همه با خبر بشید. سنجاقک کم کم احساس میکنه در حق ناره خیلی بی‌انصافی کرده و باعث عذاب او شده. درمانده و غمگین به کلبه جنگلی میره و به صخره نگاه میکنه که ناره اونجا خودش رو به پایین پرت کرده بود. به بالای صخره میره و از اونجا به پایین چشم میدوزه و گریه میکنه. گیدیز از ناره میپرسه چرا وقتی به مغلا رسیدی و دیدی سنجر در حال امضای عقدنامه است جلوش رو نگرفتی؟ ناره میگه خیلی دلم میخواست این کار رو بکنم، ولی منتظر ایستادم تا مراسم تمام بشه، چون نمیتونستم برای کسی که قرار بود هرگز او رو نبخشم خیال بافی کنم. گیدیز میگه ولی بدون شک سنجر امیدوار شده که تو هنوز دوستش داری. ناره میگه احساسات او اصلا برای من مهم نیست و فقط میخوام سالم باشه. آکین زهرا رو برای خوردن صبحانه به رستوران دعوت میکنه. زهرا با خوشحالی از خونه خارج میشه و ماشین گاوروک رو قرض میگیره و میگه باید به دیدار مرت بره. گاوروک غمگین و نگران رفتن او رو تماشا میکنه. سنجر به محض ورود به عمارت پشت در اتاق منگشه صدای او رو میشنوه که میگه به خدا تقصیر من نبود، همش کار نجرت بود. سنجر داخل اتاق میشه و او رو تحت فشار میگذاره که با چه کسی مشغول صحبته و منگشه میگه با مادرش حرف میزنه و میگه که حالسه تقصیری نداشت و نجرت مقصره، ولی در واقع منشه با لوکی در حال حرف زدن بود. لوکی به خانه نجدت رفته و از اونجا به منکشه زنگ زده بود و علت ازدواجش با سنجر رو پرسیده بود و او هم تقصیرها رو گردن نجدت انداخت. سنجر برای اطمینان به همون شماره زنگ میزنه و لوکی فوراً گوشی رو دست آتکه میده. منشه از اینکه نجات پیدا کرده نفس راحتی میکشه و به سنجر میگه شب رو در خونه ناره میمونی و برای حمام کردن اینجا میای. سنجر با ناراحتی به او میگه کمی صبر کن، به زودی همه این ماجراها تمام خواهد شد و تو هم راحت میشی. منشه با نگرانی به سنجر چشم میدوزه. ناره صبح به سر کارش به اسکله میره و به اتاق گیدیز میره و گیدیز از دیدنش خوشحال میشه و میگه بهتره برات ماشین بخریم که راحت بیای. ناره با خجالت میگه قراره به پدرم هم پول بدی و راننده پدرم هم به مشکلات اضافه شده. گیدیز میگه همه این کارها به خاطر سنجره، ولی نگرانم سنجر متوجه نقشه ما بشه و هر دوی ما رو بکشه و این وسط آکین جان سالم به در ببره. با این حال نمیخوام سنجر هیچ آسیبی ببینه. زهرا به رستورانی که آکین دعوتش کرده میره. آکین خودش رو عاشق پیشه نشون میده و از زهرا دلبری میکنه. این وسط سنجر با زهرا تماس میگیره و میگه میخوام شرکت در حال ورشکستگی رو بخرم و از تو هم میخوام در مورد اون تحقیق کنی و اطلاعاتی در مورد قیمت اون و شرایط فروشش برای من ایمیل کنی. زهرا قول میده شب کارهاش رو انجام بده. سنجر برای دیدن سفیر چلبی به هتل میره و به او میگه هیچ وقت سر قولت نبودی و خستم کردی. سفیر میگه راننده از مونتنگرو اومده، او جای آکین رو میدونه ولی چیزی به من نمیگه. برای تحویل آکین 2,000,000 یورو از من پول میخواد. من منتظر تماس او هستم. سنجر پیشنهاد او رو قبول میکنه و میره. بعد از رفتن او سفیر به کرم زنگ میزنه و میگه سنجر به 2,000,000 یورو راضی شده، تو از گیدیز 3,000,000 یورو بگیر. کرم برای دیدن گیدیز به اسکله میره و در اونجا با ناره روبرو میشه. گیدیز در مقابل پیشنهاد او میگه من بیشتر از سنجر میدم، 2,500,000 یورو. کرم راضی میشه و میره. زهرا بعد از خوردن صبحانه از جاش بلند میشه و از آکین تشکر میکنه. آکین به او میگه
من مادر پیری دارم که مرض سختی داره و میخوام تو رو با او آشنا کنم. به خاطر دل مادرم برای شام بیا. و اونقدر اصرار میکنه که زهرا راضی میشه و با خوشحالی از آکین جدا میشه. سریال ترکی دختر سفیر قسمت 56. سنجر برای صحبت با گیدیز به اسکله میره و یحیی رو در حال بگو بخند با دودو میبینه. به اون میگه انگار از وقتی الوان رو بیرون کردی روحیت باز شده. به فکر زنت باش. یحیی میگه این رو کسی به من میگه که نه عشقش معلومه نه ازدواج کردنش. سنجر با خشم دندونهاش رو به هم میفشاره و میگه بازی در نیار. اگه توی رودی که من شنا میکنم شنا کنی غرق میشی. و داخل شرکت میشه و ناره رو در اتاق گیدیز پیدا میکنه. به اون میگه نمیدونم چرا همیشه تو اتاق گیدیز هستی. تو یکی از هتل‌های خود ما میتونی کار کنی و حقوقش زیاده. ناره میگه اینجا کار کردن رویای من بوده و حالا هم راضیم. سنجر به اون میگه از چند مدرسه دیدن کرده تا ملک رو ثبت نام کنه. اونها مثل یک خانواده در مورد دخترشون صحبت میکنن و گیدیز با دیدن اونها که با محبت با هم نگاه میکنن قصه‌دار میشه. بعد سنجر گیدیز رو با خود داخل قایقی در اسکله میبره. گیدیز میگه میدونم که اومدی مانع کار کردن ناره در اینجا بشی. یادت باشه ناره کم مونده بود از سختگیری های تو فرار کنه ولی حالا اینجا کار میکنه و تو هم خیالت راحته. سنجر میگه دیگه تصمیم دارم به خواست اون احترام بگذارم. گیدیز پوزخند میزنه و میگه ولی من و ناره قراره اینجا تا شب کار کنیم و من مطمئنم تو راحت نخواهی بود. سنجر با عصبانیت میگه انقدر خودتو با ناره جمع نبند. اگه میبینی کاری با تو ندارم به خاطر اینه که آدم صادقی هستی. تو قول دادی که دست به ناره نمیزنی و منو هم بازی نمیدی. گیدیز با بغض جواب میده به تو قول دادم و همیشه سر قولم میمونم. سنجر به آرامی به اون میگه همینطور صادق باش و زنده بمون و به گیدیز اطلاع میده که میخواد یک شرکت ورشکسته رو بخره. آکین به کرم که حالا خدمتکارش شده میگه من شب رو به پانسیون میرم و دیر میام. تو هم هر کاری دوست داشتی بکن. کرم با سفیر تماس میگیره و آدرس پانسیون رو میده. او هم با گیدیز تماس میگیره و میگه امشب آکین در اختیار توه و پول رو بیار و اون رو ببر. موگه که حرفهای برادرش رو شنیده تصمیم میگیره او هم به سراغ آکین بره. از اون طرف زهرا به سنجر زنگ میزنه و میگه گزارش شرکتی رو که میخوای بخری برات ایمیل کردم ولی متوجه شدم که یکی از شرکای این شرکت قهرمان خانه، همون که من و موگه با ماشین زن او تصادف کرده بودیم. و در آخر میگه من امشب با یکی از دوستان هم دانشگاهیم قرار شام دارم، نگران نباش. ولی سنجر با نگرانی از او خداحافظی میکنه. سنجر سراغ قهرمان میره و میگه گفته بودم که یه روز سراغت میام، اومدم تصفیه حساب کنیم. وقتی من و گیدیز توی زندان بودیم با شرکت‌های دیگه همدست شده بودید تا کشتی‌هاتو از اسکله ما خارج کنی و ما رو ورشکست کنید. قهرمان جواب میده ما تاجریم، میخواستیم از فرصت استفاده کنیم و سودی به دست بیاریم ولی از بدشانسی ما شما بعد از 3 روز آزاد شدین. ضمناً تو و گیدیز در گذشته شرکت ما رو که در حال ورشکستگی بود صاحب شدیم. سنجر میگه ما اونو ندزدیدیم و بابت اون به شما پول دادیم. قهرمان با نفرت جواب میده تو خوب میدونی به خاطر خواهرهای احمق شما شرکت ورشکسته شده و من 20 ساله که دارم به خاطر اون دخترهای شیطون صفت میسوزم. سنجر میگه به مال مردم چشم دوختی و نتیجهش رو هم دیدی. به شرکا توی استانبول بگو ساقدوش ها به اسکله جدید نیاز دارن. و سپس میره. در امارت اف اوغلو حالیسه که از در خونه موندن حوصله‌اش سر رفته از منگشه میخواد که او رو برای پیاده روی بیرون ببره. زهرا هم به دعوت آکین لباس سفید زیبایی پوشیده و از خونه خارج میشه.
گاوروگ از دیدن او غمگین میشه و میگه اگه بخوای من تو رو به پانسیون میرسونم. زهرا پیشنهاد او رو میپذیره و به سمت ماشین گاوروگ میره. گاوروگ با حسرت به او نگاه میکنه و با صدای بلند به خودش میگه من یک خدمتکار هستم و تو هم دختر افه‌اوغلوها، چرا باید منو دوست داشته باشی؟ حالسه که در حال قدم زدن حرفهای گاوروگ رو میشنوه و با خشم به او نگاه میکنه. از اون طرف گیدیز پیش موگه میره و به او میگه تمام پولهاتو به نام خودت کردم تا هر کاری دوست داری بکنی، چون تو زن عاقلی هستی و نیازی به من نداری. موگه از حرفهای نیشدار برادرش ناراحت شده و گریه میکنه. گیدیز ادامه میده من و تو در سایه عقلانیت تو غمگین و پریشونیم، میخوام رابطم رو با تو قطع کنم، و به دنبال آکین به پانسیون میره. موگه هم سوار ماشینش میشه و برادرش رو تعقیب میکنه. سنجر به سفیر زنگ میزنه تا خبری از آکین بگیره. سفیر به دروغ میگه کرم با من تماس نگرفته و به محض خبردار شدن تو رو هم در جریان میگذارم. سریال ترکی دختر سفیر قسمت 57. الوان به همراه ملک برای خانه ناره کلی وسیله خریدن. ناره به اون میگه چرا خودت رو به زحمت انداختی؟ و وقتی متوجه میشه الوان طلاهای دستش رو فروخته تا اونها رو تهیه کنه، او رو بغل میکنه و میگه تو شانس بزرگی برای من هستی و اینجا خانه تو هم هست. در همون حال سنجر از راه میرسه و وقتی میبینه الوان برای ملک کیف، کفش و وسایل مدرسه خریده، میخواد پول الوان رو بده. اما ناره میگه که این خونه برای من و الوانه، اگر لازم باشه پول هم خرج میکنیم، لازم نیست تو پولی بدی. سنجر موقع بیرون رفتن به ناره میگه اجازه نمیدی هیچ کاری برای دخترم که اونو 9 سال از من مخفی کردی انجام بدم؟ من فقط میتونم از دور نگاه کنم. ناره با مهربانی میگه که اینطوری ناراحت میشی میتونی پول الوانو بدی، شهریه مدرسه ملک رو هم با هم میدیم. سنجر بین حرفهای او میگه تو دیگه اسکله نمیری چون من برات کار جدید در نظر گرفتم، و سوار ماشینش میشه. ناره با نگرانی به سمت او میره و میپرسه که منظورش چه بوده. سنجر میگه فردا حقیقت معلوم میشه و به سرعت از اونجا دور میشه. ناره که به شدت از حرفای سنجر به هم ریخته با گیدیز تماس میگیره و به اون میگه که اگه برای به دام انداختن آکین میری منو هم با خودت ببر، چون سنجر امشب خیلی عجیب و غریب شده. گیدیز از خونه خارج میشه و دنبال ناره میره. موگه هم سوار ماشین خودش شده و پشت سر او حرکت میکنه. سنجر بدون توجه به سفیر که گفته بود منتظر میمونه که به دیدن او بره و تحت فشارش بگذاره و میگه همین حالا به رانندت زنگ بزن و آدرس جایی که آکین اونجاست رو بگیر. سنجر ناگهان گوشی سفیر رو از دستش میگیره و پیغام او رو که دیروز برای کرم فرستاده بود میخونه. پیغام این بود سنجر 2,000,000 یورو میده، سعی کن تو 3,000,000 بگیری. سفیر با وحشت به سنجر خیره میشه. سنجر با خشم از او میپرسه پس طرف حساب تو گیدیز و دخترت هستن؟ اونا هدفشون اینه که آکین رو از دست من نجات بدن؟ سفیر با ترس حرف او رو تایید میکنه. سنجر به کمک یکی از کارکنان هتل بالاخره آدرس پانسیونی رو که آکین در اون زندگی میکنه به دست میاره. از اون طرف گاوروگ زهرا رو به پانسیون میرسونه و خودش هم دم در پانسیون منتظر می نشینه. زهرا به اتاق آکین میره و آکین به گرمی از او استقبال میکنه. ولی میگه مادرش پیش یکی از دوستانش رفته و به زودی باز خواهد گشت. زهرا کمی معذب میشه و به آکین میگه بهتر من برم و وقتی مادر توی خونه بود با هم قرار میذاریم. آکین هم برای برطرف کردن شک او شیشه مشروب رو بر میداره و میگه بهتره به حیات پانسیون و پیش مردم بریم و اونجا بنشینیم و منتظر مادرم باشیم. زهرا قبول میکنه و با هم کمی مشروب میخورن. زهرا میگه
وقتی من 6 ساله بودم، موگه هم 15 ساله بود، با هم سوار ماشین شدیم و موگه رانندگی میکرد، اما توی جاده با زنی که از روبرو میومد تصادف کردیم. اون کشته شد و من هم زخمی شدم. موگه هم بعد از اون دیگه نتونست رانندگی کنه و از تأثیر مشروب چشمانش سنگین میشه. آکین او رو بلند میکنه و به اتاق میبره. جلوی در اتاق کت قرمز زهرا زمین میفته. سنجر خودش رو به پانسیون میرسونه و گاوروک رو دم در اونجا میبینه و میفهمه که زهرا داخل پانسیونه. فوراً حساب کار دستش میاد و با ترس و وحشت به همراه گاوروک همه جا رو میگردن و بالاخره اتاق آکین رو پیدا میکنن. زهرا با دیدن برادرش با گریه میگه میخواست به من تجاوز کنه و من به صورتش اسپری زدم و اونم فرار کرد. گاوروک او رو بغل میکنه و سنجر با خشم به دنبال آکین میره، ولی موگه از راه میرسه و آکین رو فراری میده. سنجر پیش زهرا برمیگرده و او رو محکم بغل میکنه. زهرا که متوجه اشتباهش شده از او عذرخواهی میکنه. سنجر خواهرش رو به خونهشون برمیگردونه و به کلبه جنگلی میره. نارو و گیدیس هم به پانسیون میرسن و گاوروک رو در مقابل اونجا میبینن. گاوروک به ناره میگه سنجر به من گفت که به تو بگم آکین فرار کرد و اون هم از جهنم شک و تردید خلاص شد. گاوروک به گیدیز هم توضیح میده که چطور آکین قصد فریب زهرا رو داشته. موگه آکین رو جلوی عمارت خودشون میبره و آکین به خاطر کمکهاش از او تشکر میکنه و موگه رو بغل میکنه. موگه آمپول بیهوشی رو در گردن او فرو میکنه و وقتی آکین به هوش میاد در گوش او میگه خیال نکن دوباره نجاتت میدم. ناره که حال سنجر رو به خوبی میفهمه به کلبه جنگلی میره و چون مطمئنه که سنجر هم به اونجا رفته. سنجر با دیدن او بعد از سالها نامش رو صدا میزنه و هر دو گریه میکنن.